آقای ابوالحسن بنی صدر از پاریس با ما هستند. ما مشکل ارتباط ماهواره‌ای داشتیم، از لحاظ تصویری نتونستیم فعلا ایشون رو داشته باشیم، صدای ایشون رو میشنویم. آقای دکتر بنی صدر به شما درود میگم، خوش اومدید به برنامه. ایده تشکیل بنیاد شهید رو آقای بنی صدر چه کسی به آیت الله خمینی داد؟ به فاصله خیلی کوتاهی بعد از ریاست جمهوری شما این فرمان تشکیل بنیاد شهید توسط آقای خمینی صادر شد و به آقای کروبی این دستور رو دادن. عرض کنم نخست به مناسبت نزدیک شدن نوروز تبریک عرض کنم به شما و هموطنان عزیز و از جمله شهیدان و جانبازان. اما اینکه اون فکر کی به آقای خمینی داده است این رو من نمیدونم، اطلاع ندارم. اما اون چی که من اطلاع دارم و به جاست که ازش گفتگو کنیم این است که اولا عنوان شهید در جامعه های مختلف بشری این هست، نقش به لحاظ نقشی که داره در زندگی تداوم حیات ملی جامعه ها. دو اینکه خب چرا این وضعیت پیش آمده، وضعیت شهیدان و جانبازان در ایران، و اینکه چرا این آقای خمینی همچه دستوری رو باید صادر میکرده. حالا من چون سوال شما مربوط به آخریست، بله، اون من نمیدونم که چه کسی به اون این فکر رو داده، ولی میدونم چرا. ببینید در جامعه ها یه وقت دولت ساخت و محتوای استبدادی پیدا میکنه، این نیاز داره به مهار، به مهار همه تأسیسات، خصوصا تأسیساتی که جنبه ارزشی داره در جامعه، و مهار اونها به دولت استبدادی امکان میده القا کنه اون به اصطلاح خواستای خودشو به جامعه و سوء استفاده کنه از شهیدان جانبازان. این است که تأسیسات این در این کشورها همواره دولتی میشه، وگرنه این گونه امور شهید شدن برای وطن در مقام دفاع از وطن یا در مقام ایستادگی بر حقوق استقلال و آزادی نیاز به اینکه دولت تصدی کنه این امر رو نداره. این در قلمرو جامعه است، جامعه خصوصا جامعه مدنی که تصدی بکنه به ترتیبی که هم اعتبارات و شؤونات و این مقام و موقع اونها حفظ بشه، به عنوان شهیدان حفظ بشود و نقش اونها در جامعه، همین که اینها این مشکلاتی که یک دستگاه اداری استبدادی در مقام سوء استفاده ایجاد میکنه برای هم خانواده های اینها این مشکلات پیش نیاد. من مواردی که یادداشت کردم برای شما عرض کنم. آقای بنی صدر عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، اگر اجازه بدید من میخوام بخشی از صحبت های آقای خامنه ای رو با هم خیلی کوتاه بشنویم. در همین مستندی که اخیراً پخش کردن این صحبت های آقای خامنه ای رو بشنویم که اشاره میکنه به اینکه شما از ابتدا با تشکیل این نهادهای انقلابی مخالف بودید. آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است. نمونه امضا نکردن لوایح مصوبه مجلس، اهانت به شورای نگهبان و شورای عالی قضایی، متهم کردن مجلس شورای اسلامی، اهانت دائمی و مستمر به کابینه و شخص رئیس دولت، مخالفت آشکار و پنهان با سپاه پاسداران و جهاد سازندگی و دیگر نهادهای انقلابی و قانونی. وقتی رئیس جمهور با بی‌حرمتی به این نهادهای قانونی خود را که جزئی از مجموعه دولت است از آن جدا می‌کند، در حقیقت قانون اساسی را که قاعده وجود خود اوست سست می‌کند و این حد اعلای بی‌کفایتی است. آقای بنی صدر بشنویم خیلی کوتاه اگه میشه واکنش شما رو، که آیا شما با تشکیل بنیاد شهید از ابتدا مخالف بودید، چرا؟ همین الان من شما توضیح دادم. من این با تمام این نهادها که اولا قانونی اصلا نبودند
ثانیاً برای اینکه فرمان آقای خمینی که قانون نیست. عرض کنم به شما ثانیاً به اینکه خب این ستون‌پایه‌های قدرت بودن داشتن می‌شدن. بازسازی استبداد بود. چگونه ممکن بود منتخب یک ملتی موافقت کنه با این قوام گرفتن، دوام گرفتن ستون‌پایه‌های قدرت استبدادی به ترتیبی که الان شما مشاهده میکنید؟ اون مخالفت خودتون رو آقای بنی‌صدر، مخالفت خودتون رو اون موقع چطور نمایش دادین؟ آیا با خود آقای خمینی، با آقای کروبی در این ارتباط صحبت کردید؟ الان یکی یکی عرض میکنم. این حرفایی که آقای خامنه‌ای گفته با مجلس مخالف بوده. خب این مجلس انتخاباتش قلابی بود، 28% بیشتر در انتخابات شرکت نکردن. 10 هیئت قضایی مأمور بررسی این انتخابات، نظارت بر انتخابات، گزارش دادن که غالب این انتخابات تقلبی بوده. حالا آقای خمینی حکم کرده که با همین انتخابات قلابی مجلس تشکیل بشود. این مال مجلس. آقا میگه قوه قضاییه 2 نفر رو آقای خمینی برخلاف قانون اساسی نصب کرده، برای اینکه اینا نه شرایط مندرج در قانون اساسی داشتن این 2 نفر که آقای بهشتی باشند و آقای موسوی اردبیلی، و نه به پیشنهاد دیوان کشور ایشون نصب کرده، خلاف قانون، صریح قانون اساسی. حکومت آقای رجایی رو آقای خمینی تحمیل کرده. انتخاب رئیس جمهور بنابر قانون اساسی، ببخشید نخست وزیر بنابر قانون اساسی با نخست وزیر بود، نه با آقای خمینی. و این مسئله تا دوره خود آقای خامنه ای هم ادامه یافت. خود ایشون هم قربانی همین امر شد و گفتن که رفته بود در بام نشسته و گریه کرده بود، چون آقای خمینی نخست وزیر به او هم تحمیل کرده بود. بنابراین چون اصل داستان، حالا اینا که جهت غیرقانونی بودن این مقام ها بودن، اما اصل ماجرا این بود که این یک استبدادی داشت بازسازی می شد و اینها ستون پایه می خواد. ستون پایه‌اش سپاه پاسداران بود، بسیج بود، عرض کنم بنیاد شهید بود، کمیته ها بودن، دادگاه انقلاب بودن، مجلس قلابی بود، هیئت وزیران قلابی بود، دستگاه قضایی در خدمت استبداد بود. و من بر برابر همه اینها ایستادم و امروز زمان شهادت می‌دهد که من بر حق ایستادم. آقای بنی‌صدر، برمیگردیم به شما، در مورد جزئیات بیشتر باهاتون صحبت خواهیم کرد حتما. آقای واحدی، من وقتی نگاه کردم به این مطالعه می‌کردیم سابقه بنیاد شهید رو، گذشته از اینکه در سایت امروزش هیچ اسمی از آقای کروبی نیست، یعنی حتی اون فرمانی هم که صادر کردن آقای خمینی خطاب به آقای کروبی، اسم آقای کروبی رو از بالای اون فرمان و مرمیز به چه کسی این فرمان گفته شده و داده شده. بنیاد شهید تحت مدیریت مهدی کروبی چالش های زیادی داشت، مسائل متعددی در موردش مطرح شده. اگر بخواید خیلی فشرده با ما بگید که این بنیاد حجم دارایی هاش چقدر بود، منابع مالیش از کجا تامین میشد، و اون پرسش هایی که الان برای خیلی مطرح است در مورد مدیریت آقای کروبی رو چگونه توضیح بدید؟ به نام خدا، سلام به شما، به آقای دکتر بنی‌صدر و آقای نورزاد و بینندگان برنامه. ببینید، من ظرف چند نکته بگم. یکی اینکه گفتن که 4 میلیون نفر تحت پوشی بنیاد شهیدن، آقای زریبافان گفته بالاترین رقم شهدا که میگن در جنگ حدود 300,000 نفر، بسیارشون مجرد بودن، بسیارشون انقدر سنشون بالا بوده که اصلا خانواده ازشون باقی نمونده. من یاد آقای محسن هاشمی افتادم، مدیر عامل مترو، یه موقع خیلی مشکلات بزرگی از مترو افتاد، بعد رفتن گفتن که خب این که نشون دهنده ضعف مدیریت خودت، گفتم نه، اینا رو گفتم که بودجه بیشتر بگیرن. آقای زریبافان لابد بخواد پول بیشتر بگیره، وگرنه قطعا 4 میلیون نفر نیستن. اتفاقا این آماری که ما داریم الان نشون میده این جمع جانبازان شهدا و آزادگان و تحت تکلف اینها زیر 2 میلیون نفر هست. قطعا همینطوره، یعنی بسیارش هم که خودشون گفتن مراجعه نمی کنن، واقعا اون موقع مراجعه نمی کردن.
یک نکته من برای اینکه حق جانبازان ادا بشه اینجا و خانواده شهدا، ببینید یک فضایی در کشور از همون سالهای اول انقلاب درست شد که هر چه امکانات هست مربوط به خانواده شهدا است. من تو بنیاد شهید بودم، جانبازان رو می‌دیدم، به خصوص جانبازان، هم قبل از جانباز شدن مظلوم بودن هم بعدش. من اسم میارم آقای دکتر لشکری، نمیدونم ایشون هنوز در قید حیات هستن، چون 14-15 سال پیش بالای 80 سال سنشون بود، چشم پزشک بودن. اینو من مستقیم از خودشون شنیدم، میگفتن که من اومدم با مسئولین دولتی صحبت کردم در زمان جنگ، گفتم اکثر کسایی که در جبهه دوچار مشکل چشم میشن، ترکش به چشمشون میخوره، کسایی که ترکش های خیلی ریز به چشمشون میخوره، اگر کسی ترکش خیلی بزرگ بخوره به مغز میزنه از چشم و میکشه، اونی که مجروح چشمی میشه ترکش خیلی ریز. عینکایی هست من میتونم به شما راهنمایی کنم، برید بخرید، کمتر از $5 هر عدد، اگر تمام رزمندگان بزنم مثلا چشمی از میمیره. کسی بودجه بهشون نرده بود، یعنی زمان جنگ به این صورت. من متعدد از جانباز شهیدم در بخش غربی کشور میگفتن ما توی سنگرها به نوبت اوورکوتامون رو میپوشیم برای اینکه اوورکوت به تعدادمون نیست. این قبل از مجروح شدنشون، بعد از مجروح شدن واقعا امکانات اینطور نبوده. البته ناشیگری حکومت در این که مثلا بعضی چیزا مثل تسهیلات دانشگاه به اینها داد، در حالی که اون هم بسیار افراد در خانواده خودشون، خانواده شهید دارن، بچهای با استعدادشون هستن، بچه بی استعداد هم هست، یعنی اگه سهمیه هم نمیدادن بسیارش میرفتن دانشگاه، و اگر هم قرار بود کمک به خانواده شهدا بشه الزاما نباید دانشگاه میرفت کسی که استعداد نداره. این طور کارا باعث شده که یک مقدار بدبینی ایجاد شده، در حالی که واقعا چه قبل چه حالا چه زمان آقای کرو چه الان امکانات خیلی کمتر از اون حدیه که مردم تصور میکنن. یه نکته هم گفتن که گفتن در دولت نهم و دهم بودجه بنیچه 5 برابر شده. برید مراجعه کنید، بودجه خود دولت بیش از 10 برابر شده، یعنی منتی هم بر سر خانواده شهدا و جانبازان ندارن. اصل بودجه 10 برابر شده، قسمت خانواده شهدا و جانبازانش 5 برابر شده. خدا زری بافن رو گفتن، برای اینکه گفتن 5 برابر، میگم برید رقم بودجه سال اول دولت آقای احمد نژاد رو با امسالش مقایسه کنید، بیش از 10 برابر شده بودجه. حالا نقدینگی و اینها هم به جای خود. یه اشاره اینجا در اول برنامه داشتید که در سال 64 مجوزی داده شد برای اینکه اموال مصادره بشه. نخیر، از سال اول مجوز وجود داشت، دو قسمت اقتصادی بنیاد داشت، امور تأمین و سرپرستی اموال و امور اموال مسترد شده. این دو قسمت دو تا هیئت عمل جدا هم داشت، اموال مصادره ای بخششون کارخونه جات و مثلا در واقع اموال غیر منقول بود، بخشش اموال منقول، این دوتا جدا کار میکردن که بعد در نهایت فکر میکنم در سال 64 اینا با هم ادغام شدن و یک چیز شبیه امور اقتصادی درست شد، بعد اسمش عوض شد. شرکت سرمایه‌گذار شاهد هم فلسفه‌اش این بود که بخشی از حقوق فرزندان شهدا رو در یک حساب نگهداری کنن، براشون سرمایه‌گذاری کنن. این در واقع یک نوع مثلا آینده‌نگری بود که اصل فکر بسیار خوبی بود. یه مدتی آقای میرام مصادقی مسئولش بودن و دوستان دیگه اونجا بودن. اصل عرض می‌کنم، اصل فکر بسیار مثبتی بود برای آینده‌نگری. اما که بعداً چی سرش اومد که مثلا فروشگاه‌های شاهد در فرودگاه‌ها رو انداختن، کسانی که از خارج میان به جای که از خارج جنس بخرن بیان اونجا بخرن، یک نوع لوس شد این مسئله. در دوره که شما اونجا بودید گردش مالی بنیاد شاهد چقدر بود؟ من واقعا یادم نیست، یعنی رقم‌ها اصلا تو ذهنم نیست، اما اون چه مسلمه از اول بخشی از هزینه‌های بنیاد از طریق اموال مصادره تامین می‌شد، بخش بودجه دولتی. وجود آقای کروبی در یک دوره‌ای کمک می‌کرد به بهتر شدن بودجه دریافتی به خاطر نفوذی که ایشون داشت، ارتباط خوبی که با آیت الله خمینی و بیت آقای خمینی داشت، ارتباط خوبی که با مجلس داشت، خودش نایب رئیس مجلس بود. در دوره آقای خامنه‌ای وجود آقای کروبی منفی بود، یعنی مرتب هست شروع کردن برای تحریک جانبازان و خانواده شهدا علی آقای کروبی بودجه ها رو تحت فشار قرار دادن، که من یادم سال 71 وقتی که آقای کروبی تصمیم به استعفا گرفت بحث بر سر همین بود. خود ایشون میگفتش که اگر من در بنیاد بمونم برای اینکه من رو به لحاظ سیاسی تحت فشار قرار بدن، روز به روز از بودجه اینها کم میکنن. یعنی میخوام بگم حضور آقای کروبی در یک مقطع به نفع خانواده شهدا و جانبازان بود به خاطر ارتباطاتی که داشت، هم لابیگری هایی که میکرد، هم ارتباطات حکومتی که داشت. در مقطع رهبری آقای خامنه‌ای به خصوص از سال 69 به بعد که آقای خامنه‌ای تصمیم قطعی گرفت که آقای کروبی رو از حکومت حذف بکنه در زمان ریاست مجلس سوم، وجود آقای کروبی نقطه منفی شد، کما که یک دونه جانباز که در اون موقع اصلا جانبازا مستقیم زیر پوشش بنیاد شهید هم نبودن، جدا شده بودن، در برابر بیمارستان ساسان خودش آتش زد، ده ها برابر این تعدادی که الان شده در رسانه های حکومتی منعکس شد. آقای واجدی خیلی کوتاه اگه میشه این رو، مطلبی هم که توی گاه شمار ابتدای برنامه بود، آقای احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی معروف صراحتا میگه که در اشارش به اون بازداشتگاه یا اون مرکز چیزر و دزاشیپ هست که میگه افرادی رو اونجا بردن بر اساس اون چه که آهران خانم شهید مرتضی پالیزبانی و خانم سعید امینپور همسر شهید اسماعیلی، اینا دو سه مورد بودن که صحبت کردن، گفتن که اینها رو بردن چندین روز در اونجا نگه داشتن، باشون بدرفتاری کردن و خواستهایی ازشون داشتن. چه هست پاسخ شما با توجه به شناختی که از آقای کروبی دارید؟
اتفاقی که در اون دوره افتاد، یک تحلیل آقای کروبی داشت و یک بارم به صورت مستقیم اتفاق افتاد. یک همسر اسیر، من اینجا ناچارم دیگه بگم، یک همسر اسیر در یک پرونده‌ای با یک سرباز فراری هم پرونده شده بود. این یک نمونش بود. همسر اسیر رو سازمان قضایی نیروهای مسلح بازداشت کرده بود. در فاصله کوتاهی خبر به اسیر رسیده بود در اردوگاه. آقای کروبی تحلیلش این بود که اگر این مسائل، بالاخره اینها هم انسانن، ممکنه تخلف کنن یا هم پرونده باشن، حتی جانباز تا مرحله خودکشی میره، اتفاق اسیر و اتفاقا این اتفاق افتاد، اون اسیر دست به خودکشی زد که خوشبختانه نجات پیدا کرد. یا آقای کروبی تحلیلش این بود که با توجه به شرایط جنگی داریم، اگر خدای نکرد یک همسر شهید مشکلی پیدا کنه، مشکل اخلاقی، انعکاسش بر روی رزمندگان زنده خیلی اثر منفی داره. یعنی احساس می‌کنن که وقتی در جامعه زنشون امنیت نداره، به هر حال هر کسی اول اولویتش حفظ نوامیس خودش، حفظ در واقع حیثیت خودشه، میگفت اثر می‌ذاره. واقعا درست هم میگفت. به همین جهت ایشون با مجوز بعضی از علما، اینکه حالا آقای احمد نژاد دیگه بالاخره اون موقع قوه قضاییه باید اعتراض می‌کرده، در جریان بودن. البته ممکنه در اونجا هم یک افراطی شده باشه، من در مقام دفاع از کلیت اون کار نیستم، اما به نظر من اصل فکر با توجه به اینکه بسیار از کارهای نهادهای غیر قانونی موقع درست می‌شد و کسی هم اعتراض نمی‌کرد، بله اگر قوه قضاییه بود که با فکر کار می‌کرد. من اینجا به شما بگم همسر شهید ازدواج موقت کرده بود با یه آقایی، بعد به خاطر مسئله حیثیتی تکذیب کرد، گفته ازدواج نکردم. اون آقا اومد بود گفته بود که بله من با ایشون رابطه دارم. دادگاه در اصفهان، در شاهنشهر اصفهان، این خانم رو گفته بود چون خودش میگه من ازدواج نکردم، پس رابطه اش نامشروع به شلاق محکوم کرده بود. یک نکته من در مورد ازدواج ما فقط اینو بگم، تایید میکنید که در چیز در دزاشی اینا بله. مواردی بوده که بردن با اینها بدرفتاری کردن. بدرفتاری من تایید، من از کجا بگم؟ نه اینکه به خصوص خبرایی گفتن ازشون توقعات ناجور داشتن. ببینید این دیگه از اون چیزهایی که حالا بعد از مثلا 20 سال 30 سال یارشون افتاد این حرفا رو بزنن، من اینو به هیچ وجه قطعا رو مطمئنم دروغه، برای اینکه خود آقای کروبی گفتید که این حرفو احمدی نژاد از آقای به آقای کروبی خواهد گفت اون مناظره. اتفاقا من شب قبل از مناظره، دو شب قبل از مناظره پیش مناظره آقای کروبی بودم، به ایشون گفتم آقای احمدی نژاد حرف بی ربط زیاد خواهد زد، یکیش اینه. شما هم بهش بگی آقای احمدی نژاد خب میگن تو هم کاظم سامی رو کشتی، ولی متاسفانه گفتن آقای کرباسچی و آقای کروبی گفتن حرفا رو صلاح نشما بگید. من اجازه ببخشید در مورد چون ازدواج موقت هم مطرح شد، ببینید واقعیتش اینه که در سال 64 آقای کروبی مکه بود، نماینده آقای خمینی در حج هم بود. آقای رفسنجانی در نمازجمعه صحبتی کرد، گفتش که بیایم یه فکری بکنیم برای ازدواج همسران شهدا، مسئله ازدواج موقت رو راه بندازیم. آقای کروبی از مکه به من زنگ زد بسیار عصبانی. ما موقع آمار گرفتیم در کل کشور 960 هزار زن بیوه بود، اهم از مطلقه و یا همسر فوت کرده، فقط 16 هزارش خانواده شهید بودن، یعنی حدود 1.5%. آقای کروبی که برگشت با یک عصبانیت خیلی بدی با آقای هاشمی صحبت کرده بود که اصلا به تو چه ربطی داره، مگر تو برای دیگران صحبت میکنی و با این کارت یک بدنامی ایجاد میکنی؟ چون به هر حال صیغه در کشور ما خیلی عنوان خوشنامی نبود. حتی این عبارت هم بگم، آقای کروبی وقتی عصبانی شد آقای روحانی شونه کشید که حسن روحانی، خود آقای کروبی با آقای روحانی گفتن به رفسنجانی بگو که اگر پسر لاهوتی مرد تو دختر خودت صیغه میدی که برای خانواده شهدا همچین تجویزی میکنی؟ واقعیتش اینه که بسیار از همسران شهدا اصلا کاری به خانواده شهید بودن نبوده. ما عرض میکنم خانواده شهید جانباز بخش از این جامعه، اکثریت جامعه افراد نجیبی هستن. حالا ممکنه یک همسر شهید هم یا همسر جانباز هم مشکلی پیدا بکنه، این چه ربطی داره که ما بگیم چون همسر شهید این اتفاق افتاده؟ چرا آقای کروبی بذل و بخشش میکرد؟ مواردی هست که میگفتن سکه میداده به خاطر اینکه مثلا کارمندا روزه میگرفتن یا موارد این چنین چنین چیزایی شما سکه میداد بابت چی؟ برای اینکه کارمندا مثلا روزه میگرفتن در ماه رمضان، آیا چنین فضایی شما میدیدید؟ والله خدا کنه آقای کروبی زودتر آزاد شه من برم سهممو بگیرم، چون خدا وکیلی نه اینکه نبوده. در مورد آقای کروبی میگفتن در عروسی دخترش سکه پخش کرده که اصلا آقای کروبی دختر نداره. پس کمک نقدی خاصیشون از جیب خودش، یعنی به حساب از جیب نخیر. ببین ایشون عرفش بود هر فرزند شهیدی که پیش میومد یه پولی بهش به عنوان مثلا حالا ایدی هر چیزی، من یادم 500 تومانی نوع قرمز رنگشون اونجا داشت، 5 تا 6 تا 10 تا بستگی به هر بچه شهیدی، میگفت این بچه وقتی میره پیش من از من توقع داره، رقم هم رقم خیلی زیاد نبود، ولی ایشون نقدی هم پرداخت میکرد. بعضی وقتا فقط به فرزندان شهدا، به خصوص اگر دختر شهیدی میخواست ازدواج کنه، آقای کروبی سکه هم میداد. بله خب آقای نوریزاد روی خط تلفنی با ما هستن. آقای نوریزاد درود میگیم به شما. شما خانواده شهدا و جانبازانی رو که میشناسید، میبینید این روزها در ایران در این شرایط فعلی، مسائلی که تجربه کردید، خودسوزی جانبازانی که در ابتدای گزارش هم دیدیم و شنیدیم مواردش رو، فکر میکنید مردم امروز نگاهشون به بنیاد شهید و امور ایثارگران چه هست؟ این فضا رو که میبینن، بحث اختلاس در بنیاد. بله درود و سلام به مهمانان خوبتون و بینندگان گرامی. من به این پرسش شما پاسخ میدم، اونجا اجازه بدید نخست
درباره جنگی بگم که بی دلیل در نهایتی بی سیاستی 8 سال به درازا انجامه، جنگی که میتونست شروع نشه، جنگی که میتونست با مراجعه به مجامع در انجام برسه، جنگی که به بسیاری از سرمایه های انسانی و عاطفی و ملی ما لطمه وارد کرد. من خودم در جنگ شاهد بودم که جان انسانها کمترین ارزشی برای اداره کننده های جنگ نداشت. من خودم از نزدیک شاهد بودم فرماندهی که یگانش، گردانش، گروهانش بیشتر شهید داده بود، افزاستر بود، و فرماندهی که در یه عملیات کمتر شهید داده بود یه جورایی احساس سرشکستگی میکرد. در کلیت روانی جنگ جوری رفتار شده بود که هرچه شهید بیشتر، نزدیکی به کربلا و راه امام حسین بیشتر. در جنگ هیچ کس مطلقا به فکر این نبود که جوانا کمتر کشته بشن یا برای حفظ جوانا کاری بکنیم که یه روز این جنگ زودتر تموم بشه. باور کنید بخشی از بهترین و نابترین و صادقترین و سالمترین جوانها و مردم ما در جنگ از پا در اومدن، جوانایی که میتونستن الان باشند و زندگی کنند. جنگی که از همون ابتدا کیفیت پایانش مشخص بود، جنگی که تماماً با شعار پیش رفت و دست به برآوردن احساس و عواطف مردم بود و هرگز عاقلانه با مقوله انسان و زندگی و انسانیت و چی بگم دیپلماسی جهانی مواجه نشد. من اطمینان دارم دوستان میشد این جنگ رو بسیار زودتر از 8 سال به سرانجام رسوند و ذخایر انسانی بسیاری رو برای این روزها از دم گلوله و ترکش و خمپاره ها به در برد و نگرشون داشت. اما جنگ بود و جنگ، جایی بحث نبود، کسی اصلا حرف ما رو گوش نمی کرد، یا اصلا خود ما یه تعبیر غرق در اون فضا شده بودیم. کل مملکت در شعار و شعار فرو رفته بود. حاکمیت از اینکه خودش رو در بس به کربلا و امام حسین متصل کرده بود، باور کنید فوت نمی گنجید. همه ما یه جورایی بچه ها رو در امتداد شهدای کربلا می دیدیم. حاکمیتی که اصلا به این فکر نکرد اون طرف مرز اصلا کسی کافر و شمر و یزید نیست. بسیاری از نیروهای صدام شیعه بودن، مسلمان بودن، اونا هم گرفتار یه دیوونه بودن به اسم صدام، اونا هم از بندی که صدام به پاهاشون بسته بود رهایی نداشتن. یادم یه روز مسئول بنیاد شهید یه از هنرمندا رو دعوت کرد که بیایید به ما بگید برای تجلیل از مقام شهید چه کارای هنری میشه کرد. اونجا یادم خیلی ها صحبت کردن از دوستان هنرمند ما، من اما گفتم آقای رئیس، آقای مدیر، شما از ما هنرمندا دعوت کردید که ما به شما بگیم برای بزرگداشت مقام شهید چه فیلمی بسازیم، چه شعری بگیم، چه موسیقی، چه مجسمه‌ای، چه داستانی، چه تابلوی خلق کنیم. ما و شما مگه معتقد نیستیم شهید زنده است؟ به موازات دعوت از ما زحمت میکشید و از یه شهید هم دعوت میکردید و ازش میپرسیدید جناب شهید ما اینجا جمع شدیم برای تجلیل از شما، شعر بگیم، فیلم بسازیم، نظرتون چیه؟ همونجا به اون آقای رئیس گفتم شهدای ما الان اصلا نمیخواد ازشون تجلیل بشه. تجلیل از یه شهید اگه میخواید جامعه اون شهید رو از فساد، از رشوه، از دروغ، از دزدی، از فریب، از ریا نجات بدید. علت این که حکومت با تمام قوت و قدرت از ریسمان شهید آویخته اینه که مرتب داره از خون شهدا ارتزاق میکنه. حکومت همه شهدا رو متصل کرده به خودش که یعنی شهدا مقصودشون همین ماهایی هستیم که بر سر کاریم با همه دزدی ها و پارت ها و ظلم ها و تباهی ها. حاکمیت ما یه روز اگه از شهدا دست بکشه بخش وسیعی از تعادلش از دست میده. اینو من با اطمینان به شما میگم. حاکمیتی که مرتب شهید میکنه و اصلا به این پرسش بزرگ جواب نمیده، خواست شهدا آیا این بوده که سرزمینشون، جامعهشون با شتاب به قهقرا بره، در تمام دنیا به عنوان یک کشور درجا زده مشهور بشه، به عنوان کانونی از دزدی و دروغ و ریا مشهور بشه؟ من آقای دهخانپور اطمینان دارم اون جوانایی که من تو جبهه میدیدم اگه الان بودن همشون یا اغلبشون معترض بودن. بنیاد شهید یه تشکیلاتی بوده و هست که قرار بوده به امور خانواده شهدا از نظر معیشت، تحصیل، مداوا، از نظر فرهنگی و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا فعالیت بکنه. اگه بخشی از این کارها رو درست و به جا بدونیم، بله، پیش وسیع از کارهای بنیاد شهید در جهت فریب بوده، در جهت خاموش کردن اعتراض ها بوده، در جهت اتصال خانواده شهدا به حاکمیت بوده، حاکمیتی که مطلقاً هیچ رفتارش با آرمان های شهدا سازگار نیست. به عنوان نمونه
اگه شهدا امروز زنده بشن یعنی مثل ما حیات مادی پیدا کنن، حتما با سرداران دزد و قاچاقچی سپاه پاسداران روی در روی میشن و اونا میپرسن ما شهید شدیم، شما دزدی کنید، قاچاق کنید. این روزا در و دیوار شهرهای ما رو از عکس شهدا پر کردن، آذین بستن. این عکس‌ها کارکرد اصلیشون ایجاد امنیت برای حاکمیتی است که بیرقی از شهدا رو علم کرده و پشت درهای بسته دار و ندار همه چیز این ملت رو داره تباه میکنه. حالا این در مورد اون سوال شما، علت این که خانواده های شهدا کم کم دارن خودشون از چنبره حاکمیت کنار میکشن به خاطر اینکه احساس میکنن حاکمیت داره ازشون سوء استفاده میکنه، حاکمیت که داره شهید شهید میکنه و متاسفانه جنایت میکنه، شهید شهید میکنه و حیثیت و آرمان های شهدا رو تباه میکنه. امروز یکی از سرسخت‌ترین منتقدان به حاکمیت دروغ و دزدی و تباهی خانواده های شهید همت و شهید باکری هستند. من از نزدیک با این دو تا خانواده خوب آشنا هستم. این دو شهید رو من به عنوان نمونه اسم میبرم و یعنی اینا خیلی هم حاکمیت شهدا این دو تا خانواده رو از آغوش اونا بیرون کشیده و به خودش چسبونده و خود خانواده ها رو به تخت‌ترین شکل ممکن در تنگنا گذاشته. حاکمیت میگه شهید همت مال من، شهید باکری مال من، اما خانواده‌اش خانواده‌هاشون اگه بخوان انتقاد و اعتراض بکنن فتنه‌گر و فاسد و منافقن. من خودم از نزدیک با این دو خانواده خوب و شریف و اعتراض‌هاشون آشنایی دارم. آقای نوریزاد با ما باشید روی خط. آقای نوریزاد برمیگردیم به شما اگه امکان داره، ارتباطمون امیدوارم با شما قطع نشه. آقای دکتر بنی‌صدر چرا خانواده شهدا، نکته‌ای که الان آقای نوریزاد داشت صحبت می‌کرد، چرا به نظر شما خانواده شهدا و جانبازان جنگ به منتقدان حکومت بدل شدن؟ ببینید داشتم همین رو میگفتم برای شما که اولا این خانواده ها اون باور رو از دست دادن. آقای نوریزاد برای شما توضیح داد جنگ در چهارمین برابر اسناد جدید انگلیس، دولت انگلیس که منتشر شده، در چهارمین ماه جنگ دولت عراق شکست خودشو پذیرفته بوده، در نهمین ماه جنگ قرار بود هیئت عدم تعهد بیاد جواب موافق عراق رو برای پایان جنگ بیاورد. اینا کودتا کردن و یک دلیل کودتا ادامه جنگ بود. حالا این خانواده ها به تدریج متوجه شدن که این جنگ هدفی جز استقرار این استبداد نداشته، پس بی‌اعتماد شدن، ناباور شدن به این رژیم. یک دو اینکه این رژیم از بس سوء استفاده کرده از این شهدا و خانواده های شهدا و هر کار میکنه میگه این چنان جلوه میدهد مثل که این رژیم استبدادی این فراورده خون شهداست که چنین نیست. این فراورده زورگویی و جنایت و تجاوز و فساد است و خیانت لازم ضوابط پنهانی، زدوبندهای پنهانی با قدرت‌های خارجی. پس یک دلیل این بی‌اعتماد شدن این خانواده هاست، از دست رفتن باوره. دو، سوء استفاده از خانواده های شهید. سه، و استفاده از این خانواده های شهید و اون بنیاد شهید برای مهار جامعه که هر حرکتی ها شما در برابر رژیمی ایستادید که برآورده خون شهدا است و عرض کنم به شما. و حالا چهار، سعی خود رژیم در بی‌اعتبار کردن این شهیدان. حالا این مواردی که شما در آغاز این گفتگو عنوان کردید، بدرفتاری هایی که با این شهیدان و خانواده اونها می شود، اینها به تدریج و این رو مادی جلوه دادن که اینا در درسته که اینا ناراحتی دارن، کمبودها دارن و اینها اعتراضات دارن، اینها اعتراضاتشون به جاس و وارده، ولی خود رژیم هم به این امور میپردازه برای اینکه الان دیگه ترسش گرفته. خود رژیم از همین شهید و خانواده های شهید ترسش گرفته. آقای دکتر بنی‌صدر اگه میشه خیلی کوتاه بفرمایید، شما به عرش خودتون مدت ها و
فرمانده کل قوا بودین. عده بسیاری در همون روزها یا کشته شدند یا مجروح شدند. وقتی میبینید بعضی از این افرادی که بعد از سالها، بعد از 20 و چند سال، 30 سال، والا به عنوان جانباز خودسوزی میکنن در ملأ عام در خیابان، احساستون چه هست؟ احساس بسیار تلخ، برای اینکه شما این شهید، عرض کردم شهید بعد چه شهید میشه، برای اینکه این چگونه زیستن و ادامه حیات ملیست. هر ملتی نیاز دارد به استادگی وقتی که حیات ملیش به خطر میفته، که جنگ است و تجاوز خارجی. و حالا اینا استادن، حالا این جنگ ناحق 8 سال ادامه پیدا کرده، از دید اونها این 2 بار فریب خوردن. خب به هر حال اونا برای وطنشون استادن، حالا که استادن نتیجه شده این وضع، هم ازشون سوء استفاده می شود، هم مورد تحقیر قرار می گیرن، و هم به ترتیبی که عرض کردن این در جامعه بی اعتبار می شود. بله. و این دقیقا درست نقض اون فلسفه شهید و شهادت در جامعه های بشری. این جامعه در جامعه بشری یک عنوان شهید، یک نیروی محرک است در وجود من و شما، برای اینکه این بیستیم دفاع کنیم از وطنمون. و حالا این اگر بی اعتبار شد و در فردا این مسئله پیش آمد، اون جوانی که باید بره به جبهه میگه ای آقا اون قبلیاری که بردن جبهه کوه به کشتن دادن و بعد اسم شهید گذاشتن روشون، رو آخر سر هم چنان بدرفتاری باشون کردن که اینا خودشون آتش زدن. و ما دیوانیم برای این کار کنیم. ماله. نتیجه وطن به خطر میفته، استقلال به خطر میفته، حیات ملی به خطر میفته. اینست که این رژیم در واقع داره جنایت میکنه با رفتاری که میکنه با این خانواده های شهید، فقط برای اینکه موقعیت خودشو در خطر میبینه. آقای بنی‌صدر با ما باشید، برمیگردیم به شما. آقای وادی، وقتی که وضعیت امروز بنیاد شهید رو نگاه میکنید، با آقای ظریف‌آفان صحبت کردیم، اخیرا در یک مصاحبه گفته که اون بخشی از جامعه جانبازان و خانواده شهدا که با بنیاد شهید الان در ارتباط هستن، به گفته خودشون میگه 3 تا 5% این مجموعه هستن، گفته 80% اصلا به گفته ایشون آدرس بنیاد شهید رو شاید بلد نباشن، نمیدونن کجا. از اون 20% باقی مانده 3 تا 5% هستن که مشکلات حاد دارن و مراجعه میکنن. چطوره که این مجموعه ناتوان از رسیدگی به وضعیت این 3 تا 5%؟ من یک جمله فقط در مورد سوالی که از آقای بنی‌صدر و آقای نوری‌زاده پرسید، چرا خانواده شهدا منتقل شدن. ببینید، شهدای ما اکثرشون کسایی بودن که در ایستادگی در برابر زور و آزادی‌خواهی پیشتاز بودن، از همه مهاجرتر بودن طبیعتاً، بازماندگان اونها، و اگر خودشون هم بودن امروز هم در برابر زورگویی که همراه با سوء استفاده از دین قطعاً می‌ایستادن. حالا چون اونهایی که سابقه مذهبی قوی‌تر داشتن، چون اونهایی که از وطن‌خواهی و آزادی‌خواهی رفتن. آقای ظریف‌آفان، من عرض کردم بخش عمده از حرفاش حرفای تبلیغاتیه برای جذب بودجه، یا برای همه سر حرفای دیگه آقای احمد نژاد که مشکلات حل شده میخواد بگه اکثرا مشکل ندارن که مراجعه بکنن، چون اگه کسی مشکل داشته باشه به هر حال به هر سعی میکنه به هر چیز متوسل بشه مشکل اصلیشو حل بکنه. بله، حسن خانواده شهدایی که زمان آقای کروبی هم بودن، اصلا مناعت طبعشون اجازه نمیده بیان، نه اینکه اونایی که میومدن مناعت طبع نداشتن، ولی بعضی شاید برای خودشون خیلی مناسب نمیدیدن، تحمل میکردن سختی ها رو و نمی رفتن. اما من خیلی حرفو قبول ندارم. حکومت عرض میکنم، من عرض کردم تو جبهه عینک 2 تا 5 دلاری حاضر نبودن بخرن به اینها بدن، برای اینکه اینها اولویت اول حکومت نبودن. این وبلاگ جانبازان شیمیایی صراحتا نوشته که اینا هزینه نگهداری 45 مادر شهید و پدر شهید ندارن. این همه بودجه به نظر شما بعد اختلاس 15 میلیاردی اینا اتفاق میفته؟ حالا توضیح هم بدید واقعا وضعیت اختلاس یعنی چی؟ یعنی توی همچین مجموعه که قرار بوده به خانواده شهدا و جانبازان برسه، کی تصمیم گرفته که این پول رو بخوره؟ الان مواردی هست که میگن حقوق اینها رو 1/3 پرداخت میکنن، چه میگذره در بنیاد شهید؟ ببینید، همیشه این نهادها از یک امتیاز به خیال خودشون و یک در واقع بدبختی برای مردم برخوردار بودن و اون که نظارت پذیر نبودن. این که رئیس بنیاد شهید رو آقای احمدی نژاد رئیس جمهور میذاره و از یاران نزدیکش، طبیعتاً سازمانهای نظارت عمومی نمیتونن برن اونجا و مدیرانی هم که نزدیک باشن به این افراد، به خصوص افرادی که کلاهبرداری هم خوب بلد باشن. من چند وقت پیش توی برنامه گفتم
این آقایی که الان بابت این اختلاس تسکیر شده اولین رئیس دفتر آقای رحیمیان در بنیاد شهید بوده. آقای رحیمیان اصولگرای خیلی میاد همش از امام و مقام معظم رهبری میگه. چه کسی ایشون؟ چون ایشون میگه فقط یه نفر این کارو کرده. یعنی واقعا میشه یک نفر تمام این ماجرای اختلاس؟ هیچ وقت یه نفر نمیشه، چون تو سیستم مگه بگین طرف خود اون آقایی که مسئول قسمت تعاون بوده چه کارو جابجا میکنه؟ نه خیر، این حتما یک زده بندی هست. عرض میکنم این احساس عدم نظارت باعث میشه که اینا هر کاری خواستن بکنن. اما اون ور قسم های خود بچا بگم، در کشوری که 3000 میلیارد رو میگن کش ندهید، چه 15 میلیاردی باشه که رسانه ها گفتن، چه 6 میلیاردی باشه که آقای ظریف‌خان گفته، خیلی موثر نیست. مشکل از اونجاست که رقم های کلان میره و بعدم تو این قصه هر چقدر آقای احمد نژاد و آقای خامنه‌ای اختلاف دارن، در قصه عدم افشای خوردن ها برای که پای هر دوشون گیره با هم مشترکن. اگر اون 3000 میلیارد ها خورده نشه، اگر رقم هایی که گفته میشه خارج از کشور بودن و در داخل کشور سرمایه گذاری کردن، اگر یک باره رقم 5 میلیارد به سپاه ندن، به جای دیگه ندن، حتما نه 45 خانواده شهید، 45000 تا خانواده شهید هم باشن، تعمیرشون مشکلی نیست. ضمنی که به نظر من اصلا وجودی همچین نهادی هزینه سازه، ببینید روزی که آقای خمینی حکم رو داده نهادی وجود نداشته. بعد از اون با توجه که عرض کردم اکثر این بچه‌ها به سن قانون رسیدن، بسیار از همسران یا ازدواج کردن یا سن رسیدن که دیگه نیاز به سرپرستی ندارن، فلسفه وجودی این سازمان‌ها در واقع دکان درست کردن برای سر افراد نزدیک به حاکمیت که اینها باشن اونجا، وگرنه همین سازمان منحل کنن، بودجهشو تقسیم کنن بین ارتش و سپاه و بسیج، خودشون حقوق خانواده‌شون رو میدن بدون هیچ مشکلی. آقای نوری‌زاد وقت خیلی کوتاهی داریم، اگه میشه در یک دو دقیقه یک مطلبی اخیراً منتشر شده بود، گفتن سعی کرده بودن این طرح رو به مجلس ببرن، بعد شورای نگهبان موافقت نکرده بود و الان ظاهرا اون چیزی که در بنیاد شهید اتفاق میافته اینه که گفتن ایثارگرانی که به گفته اونها شأن و منزلت ایثارگری رو حفظ نمیکنن، اونها به خودشون اختیار میدن که اینها رو از حقوق و مزایایی که دریافت میکنن معاف کنن. در چنین فضایی اگر امروز اتفاق بیفته، حالا هیچ کس به خواهان جنگ نیست، ولی واقعا اگر کشور به اون سمت بره، فکر میکنید با این فرهنگ شهید پروری و شهید سازی دوباره میشود مردم رو، جوانها رو بسیج کرد برای بردن به جبهه؟ واقعیتش ببینید برادر خود من جانباز 70%، نیمی بدنش فلجه و تکلم نداره. گاهی اوقات که من خدا شاهد مثلا نقد میکنم احساس کنم حالش منقلب میشه. چرا؟ چون او با یک ریسمانی به حاکمیت وصله و وقتی من مثلا این ریسمان رو میخوام قطع کنم او معلق میمونه. الان بسیاری از خانواده ها، خانواده های شهدا، جانبازان با همین ریسمان به حاکمیت وصلن، از یه طرف هم معترضن اگر این ریسمان رو قطع کنن، میگن تکلیف خون شهید ما چی میشه؟ یعنی اگر این حاکمیت برآمده از خون شهید ماست، وضعیت شهید ما چی میشه؟ این بلا تکلیفی بزرگی است که حاکمیت اتفاقا از اون خوب سود میبره. باور کنید محرک اصلی من در این انتقادهایی که میکنم همین خونهاست، همین سرزمین شریف ایرانی که به این روز دچار شده، وگرنه ما جز نیکبختی برای این مردم چیزی نمیخوایم. ببینید الان خانواده شهدا من دو شهره دارن، چهره که با حاکمیت مرتبطن و به هر حال از این امکانات استفاده میکنن، یه چهره باطنیشون که به شدت معترضن. درسته توی محافلی که حالا رهبر میره، توی استانی یا رئیس جمهور میره، توی خانواده شهدا میان، اینا جسم اینها رو آوردن توی اون محفل، ولی باطن اینها معترضه. حالا یه بخشی هم من قبول میکنم که عاشقانه میرن و شعار میدن. امروز ما به یک دوگانگی بزرگ که به صلاح ملهم از فریب از ریاکاریز گرفتار شدیم. هر صد شهید میزنیم دزدی میکنیم. من یه نکترم اگر فرصت باشه بگم، واقعا معتقدم بنیاد شهید هیچ تفاوتی با وزارت اطلاعاتی که قاچاق مواد مخدر میکنه نداره. وزارت اطلاعاتی که یک گرم مواد مخدر میبینه، یک معتاد، یک جوان معتاد میبینه، باید به تب و لرز بیفته و خودش ترانسپورت میکنه تریلی مواد مخدر. بله. یا مثلا سپاه که باید امنیت روانی جامعه رو خودش تأمین بکنه، خودش میاد در قالب قاچاقچی بزرگ قرار میگیره. بنیاد شهید هم مثلا اینا نگاه میکنه به همین ها و راه خودش رو پیدا میکنه. بله. و اینا دیگه فرصتی پیدا نمیکنن که اون باطن شهید نگاه بکنن، به اون آرمان های شهدا نگاه بکنن. یکی یک آشوب بزرگ سپاسگزارم. آقای نوری‌زاد ممنون از شما. آقای دکتر بنی‌صدر وقت خیلی کوتاهی دارین، یکی دو دقیقه میشه اگر پاسخ بفرمایید. آیا ادامه فعالیت بنیاد شهید با این فضایی که توصیف کردیم به نظر شما اصلا ضرورتی داره؟ نه ضرورت ندارد. ببینید دوباره عرض میکنم، شهید برای زیست یک ملت است، در استقلال، در آزادی، در حقوقمندی، در رشد و پیشرفت، برای هر مرامی شهید تو سرش باشه.
اگر این رو شما تبدیل کردید برای توجیه مرگ و فرهنگ شهید تو این رژیم، یعنی تبلیغ و به اصطلاح آماده سازی برای مردن، بله، این در واقع ضد اون فلسفه شهادت است. وقتی کار به اینجا رسید، بنیاد شهید می شود بنیاد کسانی که بله. اینها در واقع نمادهای چگونه مردنند و این خودش مضر وجودش و با شیوه ادارش که تحقیر است و تخفیف، سپاسگزارم از شما، این زیانمندیش دو برابر می شود. تشکر میکنم آقای بنی صدر از شما برای فرصت که گذاشتید. آقای واحدی، آقای نوریزاد، خانم علی نژاد، از همه شما سپاسگزارم. تا افاق دیگه. شهادت پس از 30 سال جنگ. اشک تنهایی دخترک برای جانباز 70% پدرش. به یاد بوسه سالهای کودکی. و زانوی غم این پدر شهید. با نگاه این مادران به 138,000 گلزار شهید. و این شهید دزدی ها و شهید سازی ها. لیلی دخترک بر مزار پدر دیدنی است.